question. Yes. أشهد أن محمدا بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما بینندگان عزیز. برنامه امروز ما سه بخش داره. بخش اول در مورد قانون اسلام درباره کشتن مارمولک هست که البته در فارسی زبان ها ملحدین فارسی زبان کمتر ایراد میگیرن، چون شیعه هم عقیده ندارن که باید مارمولک کشته بشه حتما، برخلاف سنی ها که میگن باید حتما کشته بشه. اما دومی در مورد این است که آیا فتنه چین پیامبر در موردش فرموده یا نه، که فتنه میاد از شرق، و در مورد اون صحبت میکنیم. بخش سوم مناظره، سوم مناظره است که با یک کسی که مدعی است روحانی شیعه است ما مناظره داریم. انشاءالله نمیشناسمش و امیدواریم که راست میگه. خب به سرعت بریم سر قسمت اول برنامه. شما باید بدونید که در حدیث های اهل سنت و بخاری مسلم اومده که باید چی کشته بشه. مارمولکی که در خونه هاست باید کشته بشه. در محل زندگی انسان باید مارمولک نباشه. نگفته برید تو جنگل دنبالش بگردید، در بیشه دنبالش بگردید، نه، تو خونه باید نیاد. حدیث ببینید که من براتون به سرعت بخونم که اصلا که پیامبر فرمودن که اینم از رحمت دین اسلامه، اگر کسی مارمولکی رو در ضربه اول بکشه اینقدر به این ثواب میرسه، در ضربه دو ضربه بکشه کمتر ثواب میرسه، و در سه ضربه بکشه بازم ثوابش کمتر از این است که با یک ضربه بکشه. منظور چیه؟ منظور این است که اگر کسی مستحق قتل است رو سریعا بکشید که عذاب نبینه. خب حالا چرا؟ پیامبر در حدیث نگفته چرا، البته یک عیبی رو گفته. سعد این از پدرش نقل میکنه که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود که امر به قتل الوزق، که مارمولک بکشید، و این رو گفته که فاسق است، یعنی تباکاری میکنه در زندگی انسان. ام شریک گفته که پیامبر گفته که این رو بکشید، و فرموده، نگفته به این دلیل بکشید، ولی فرموده که یکی از کارهایی که چی میکرد مارمولک در زمان حضرت ابراهیم این است که آتش رو که برای ابراهیم روشن کرده بودن این فوت میکرد که آتش چی بشه، شعله ورتر بشه. این رو بر ملحدین عرب و اونایی که سنی هستن، ولیکن بعدا ملحدی شدن، سنی ها ایراد میگیرن که آقا این گناه اگر کرده فرزن مارمولکی در زبان ابراهیم مارمولکی امروز چه ربطی داره، چنین چیزی اصلا معقول نیست. البته باید بدونی که نه، پیامبر نگفته به خاطر این که در چی ابراهیم رو به اصطلاح یه خبری داده، وقتی حضرت ابراهیم رو به آتش مینداختن مارمولک از جمله حیواناتی بوده که فوت میکرده در آتش، نگفته به این خاطر بکشید نسلش رو، گفته فاسق است به خاطر فسقش بکشید، اینم یک صفتش بوده. در مورد اینم صحبت میکنیم. حالا چرا یه حیوانی که خدا خلق کرده چرا باید کشته بشه، علتش چیه، در حالی که علم امروز میگه که این به اصطلاح مردم تو ایران خصوصا فایده هم داره و نمیدونم چی داره و چی نداره. ما اول بیایم دلیل خودمونو بگیم. امروز ثابت شده که این حیوان مضره، این مارمولک ضرر داره، ضررش خیلی زیاده. من در سایت های چون که اونا جواب دادن دیدم که به اصطلاح یک تحقیقی از دانشگاه جورجیا آورده بودن و یه خانمی که تو اندونزی اونا از غرب اومده بود تحقیق میکرد که این یک حامل یک باکتری است یا ویروسی است که وقتی وارد بدن انسان شد با این چی میگه، با این خدایا، با اینایی که ضد باکتری است، دواهایی که میخورن مردم، یادم رفت اسمش، این تأثیر نمیکنه. و تعجب میکنن که چرا تأثیر نمیکنه تو بعضی از انواع این مارمولک ها که در اندونزی هست و این تحقیق هستش. اما اون چیزی که در فارسی زبان ها به اصطلاح بدون این که ما بخواد در این موضوع بحث کنه، من گشتم در دو سایت یا ده سایت بیشتر، ولی من دو سایت براتون انتخاب کردم، نوشته که سالمونلا، اگه اسمش درست بخونم، بیماریه. سالمونلا چیست و چگونه میتوانیم از آن پیشگیری کنیم؟ خب این یک بیماری است که عفونی است. عفونی است، مسمومیت غذایی درست میکنه، وارد روده میشه و مشکلات بزرگی درست میکنه برای انسان. حسبه هم که قدیما بود
به اصطلاح الان الحمدلله خیلی دولت ها از بین برده چی میشه؟ محل اصلی میگه وارد سیستم گوارشی میشه و با مخاط روده ایجام میشه، مشکلات بزرگی درست میکنه. آنچه که باکتری سالمونلا را خطرناکتر میکنه توانی عبور از میان لامینا پروپریا است. این حتما دیگه لایه های روده است. خب بیماریش عفونی میشه و مشکلاتش زیاد میشه. حالا ببینید من ببینم که این چه کسایی این انتقال میدن، چه حیواناتی ناقل سالمونلا هستن. لاک پشت که تو شهرها زندگی نمیکنه، قورباغه هم که کنار دریاها زندگی میکنه، مارمولکا و دیگر مارمولکا هست که تو خونه هاست. خب این مارمولک چیکار میکنه؟ بعد مدفوع، جالبه که این حیوان مدفوع هم داره. مارمولک مدفوعش اگه با این با دست شما تماس پیدا کنه در خانه یک جای مدفوع کنه، اینو خود دیگه نمیتونی منکر بشی، دست به تماس پیدا کنه و با اون غذا بخوری میکروب میگیری. حتی حیواناتی اگه اونایی که قدیما که مردم این دین که برای امروز نیومده، قدیما همه مردم تو خونه‌های خودشون حیوانات خانگی هم داشتن و طبعا مرغ هر چیزی رو نوک میزنه و ممکن بود اینم نوک بزنه، حتما هم میزده. لذا پیامبر دستور داده که اینو بکشید در خونه. آیا کار دستور بدیه؟ من یک دفعه در جوانی کتابی میخوندم، هرگز میلیونر نشدم ولی دوست داشتم، کتابی خونده بودم از یک ژاپنی که میلیونر بود، خودش نوشته بود چگونه میلیونر شویم. باز کتابش فصل فصل بخش بخش کرده بود. بخش اول کتابش میدونید چی بود؟ اولین شرط میلیونری میگه سلامتی است. انسان باید سالم باشه. لذا گفت اول از همه به فکر بدن سالم خودتون باشید، بدن خود رو سالم نگه دارید. و این تا شما پیر نشین رو نمیفهمید، جوان ها نمیفهمند، چون که سلامتی رو اصلا نمیدونن، مریضی رو ندیدن، بدن اینا قویه، هر مرضی رو رد میکنه. پس یک جامعه هم اگه بخواد پیشرفت کنه باید سالم باشه. اگه قرار باشه شما رودتون و معدتون و اینا خراب باشه، خب یک دلیلش همین مارمولکه. و گفتم به شما که تحقیقات جدید ثابت کرده که، گفتم دوست عبدالداهم کهیل یک دانشمندی است که در این چیزا تحقیق میکنه، الحمدلله همش با سند داد. حالا دیگه ما وقت نداریم، چون مناظره داریم، که دانشگاه جورجیا به یک خانمی که تحقیق در این مورد میکنه، دو تحقیق، یکی در استرالیا یکی در آمریکا، که این و در اندونزی تحقیق کردن که این اصلا میکروبش از بین نمیره وقتی وارد بدن شد و تعجب میکنن چرا. حالا یکی دیگه سایت دیگر رو پیدا کردم که این سایت اصلا اولین بارم دیدم، نمیدونم، ساوتر نوادا هلس دیستریکت، این نمیفهم اصلا، از مال ظاهرا مال آمریکایی است. خب ولی به فارسی ترجمه کردن یا هر چی کردن. این حالا ببینید، اینم هم میگه همین سالمونولوز این چی است که به خزندگان به ما میرسه. باز میبینیم که خزندگان کیا هستن. باز هم مارمولک میزنیم ببینیم که از مارمولک صحبت میشه یا نه. خوردن مدفوع توسط جوجه کشی برای ایگوانا ها و سایر مارمولک ها مأمور است. خب و این رفتار به ایجاد سالمونالا به عنوان فلور طبیعی روده کمک میکند. یعنی این مارمولک هست که این مرض رو برای بشر میاره. پس پیامبر ما که نه مارمولک و به اصطلاح اصلا نمیشه فهمید که تو دانش باکتری است. و عرض به حضور شما که به 1400 سال پیش تاکید کرده که این حیوان رو بکشید. بازم گفته که در خونه، چون حیوان عقل که نداره هر جا میره، اگر میکشیدش با یک ضربه بکشید که زجر نبینه. اینم از رحمت دین اسلام. حالا بیایید ببینید که بشر امروز هم اصلا ایرانی ها تعجب میکنه آدم از کارشون. نگاه کنید چی میگه. مارمولک ها و سوسکا و مرچه ها و ملخ ها، ببینم چی گفته سایتش، اجازه بدید بذارید الان معلوم میشه. مارمولک ها را نکشید، این سایت ایرانی است، پرنگ. چرا آقا نکشیم؟ مارمولک ها و سوسکا میگه که این موجودات ارزشمند باعث افزایش جمعیت سوسکا خواهند شد. با کشتن میگه اینا سوسک زیاد میشه، درسته، ولی خودش هم مصیبت بزرگتری به دست میاره که سوسک اینقدر، اگه سوسک لب بزنه مشکل نداره و که اونقدر که مارمولک لب بزنه. میگه به خرافات توجه نکنید، اینا خرافات است، مارمولک ها میگه مفید هستن، نکشید. اینو کی میگه؟ این سایت های ایرانی میگه. میدونید که اینا میگه هیچ سمی هم ندارند. و اینو کی گفته؟ تازه آدم معمولی هم نگفته، مسئول تحقیقات اکولوژی و خزنده دوسیس شناسی لرستان با بررسی تحقیقات جالب دریافت که مارمولک های خانگی سمی نیستن، بلکه برای خانه های شهری نیست سودمندن. خب سمی نیستن، خب در دهانشون وای چی هست؟ هرچند که سمی هم هستن، من یعنی این شاهد عینی هستم،
شاهد عینی نیستم، اما از کسی شنیدم که شاهد عینی بود که یه کسی ساموسه میفروخت، این شب اومدن ساموسه های زیادی رو خودشون خوردن، خانواده 7 نفره همشون مریض شدن، مصدوم شدن. باز معلوم شد که تو روغنش دونه چی افتاده بود، مارمولک درشت. اینو یعنی با چی هستم؟ یعنی حتما یک سمی هم داره، ولی سم نداشته باشه اینی که دیگه منکر نیستی. خب شب مارمولک تو خوابیدی، البته ما دستورات دیگه هم داریم، پیامبر گفته شب همه چیز رو سرشو ببندید، غذاها رو، آب رو، سر کوزه رو، سر قدمه. خب کوزه بود، هیچ چیز سر باز، حالا مثلا بطریه، منظور اونم دستور داریم، ولی با این وجود مارمولک باید نباشه. لذا مسخره کردن شما برای چیست؟ حالا این یکی دیگه از اون بیشتر جلو زده، خود اشتغاله و میگه مارمولک پرورش بدید. تو رو خدا ببین اجازه بدید که میزنیم اینا بره، اجازه بدید تو. خب بسمه تعالی، مارمولک خانگی ایرانی با داشتن میزان پروتئین بالای 50% غذای مورد علاقه ماکیانی از جمله مرغ است. و مرغ که خورد مدفوش هم میخوره، میکروب هم توش میره دیگه، بلکه تو دهانش هم هست و افزایش رشد پرنده میشود. یک کاری کرده و میزان تخمگذاری را بالا میبرد، کاری کرده که ما جرات نکنیم دیگه مرغ و تخمرغ بخوریم. میگه پرورش بدید، حالا دیگه نمیدونم چجوری پرورش میدن. انسان که گمراه شد اینجوری گمراه میشه. حالا ما چون باید یک وقت هم نداریم، میخوام که صحبت دوم هم کنیم، باز بریم سر مناظره، چون که ما همیشه باید یک گریزی به سرای کربلا بزنیم. خب این عقیده سنی، سنی نگاه نمی کنه که خنده میکنه چی، چون ما میدونیم که پیغمبر از خودش نگفته. ما میدونیم اگه حدیث صحیحه، پیامبر از خودش نگفته. این حدیثی که به شما گفتم، من در بخاری بودم در مسلم و گفتم کشتنش به خاطر این نبود، که البته یک فسادش این است که ضررهای دیگه هم داره. شما فکر کنید تعجب هم نداره، نگاه کنید. گفتیم که در آتش چی میکنه؟ در آتش میدمه. الان ما پرنده ای براتون میارم، صبر کنید، از سایت همشهری. تعجب میکنید که این دیگه چجوریه؟ پرنده هایی پیدا شده که آتش حمله میکنه. پس از آتش سوزی گسترده در بوته های خاشه شهر ملبورن استرالیا، دانشمندان از وجود برخی پرنده های شکاری آتش افروز خبر دادن. برای نمونه سایت معتبر ناشنال جیوگرافیک، ناشنال جیوگرافیک دیگه مشهوره دیگه، ببخشید، ناشنال جیوگرافیک مشهوره، با معرفی نوع غرقی بومی استرالیا که به فلان نام مشهور است، این پرنده را حامل شاخهای خشک آتش گرفته معرفی می‌کند. به این ترتیب که پس از آتش گرفتن بوته‌زار به فرار حیوانات، این پرنده می‌تواند شکارش را به چنگ آورد. ببینید این پرنده داره بوته را آتش می‌زنه. چرا؟ این پرنده رو خدا، این خدا گفته اینا امم هستن. اونا مثل ما امم هستن، امت هستن. در قرآن هم اومده. این می‌خواد شکار کنه. فهمیده که آتش دیگه در بوته آتش بندازه، حیوانات که پنهان باشن از آتش فرار می‌کنن، میان بیرون. بالا نگاه می‌کنه، میاد یکیشون شکار می‌کنه. خب حیوانا رو خدا قدرت هایی داده که حتما این سوسمار هم یک چیز قدرت داره در آتش، به اصطلاح زیاد کردن آتش، مارمولک، که باز معلوم میشه. یعنی بعید نیست در دوره ما که ما این چیزها رو میبینیم، این موبایلی که میبینیم، اینترنتی که میبینیم، هواپیما رو که میبینیم، هیچ چیز بعید نیست. قدیمه حالا شاید تعجب میکرد، من میدونم ملحد امروز چرا تعجب میکنه. خب حالا گفتیم که اونا رو که براتون گفتیم، حالا بیایم ببینیم که گفتیم که ما گریز به سرای کربلا میذاریم و سریع میریم در مسئله دیگه. شیعه ها که به اسلام گفتیم سنی ها نگاه اعتنا نمی کنه اگه حدیث صحیح باشه. شیعه ها حدیث هم دارن که باید کشته بشه، یعنی به یه جوری دارن، نه مستقیم ندارن، میگن که این چی میگه، میگه هر کس که عثمان لعنت کنه رضی الله عنه، مارمولک میاد حضرت علی لعنت میکنه. نمیدونم از کجا آوردن، نمیدونم. خب حالا ازشون پرسیدن که چرا باید ما بکشیم، این سایت چیه؟ پرسمان دانشگاهیان، لطفا بیارید این پرسمان دانشگاهیان. ازشون پرسیدن که آقا اگر مارمولک را دیدیم باید آیه سریع بکشیم. میگه در طول حیاتش لعنت میکنه دیگه از خوبان را، منظورش حضرت علی دیگه، جرات هم نکرده بگه. این گفته درست است. روایتی که در دستور بکشتن مارمولک داده شده باشد نیافتیم، یعنی ما نداریم. فهمیدی؟ روایت میگه اینا مسخ شدند و فلان، یعنی سعی میکنن خود رو از انتقاد نگه دارن. ممنون متافرم. حالا بعد حدیث بعدی چون دیگه به ما مربوط نیست، این چی نمیکنیم. پس خلاصه حرف این است که پیامبر ما هرگز هرگز سخنی نگفتن مگر که در آینده ثابت شد که این مفید است برای بشر. و اگه شما بدونید که سلامتی از همه چی مهمتر، از پول مهمتره. دوستی داشتم، اینو از یاد نمیبرم، یک بار تو خیابون راه میرفتیم به یه نونوایی که نوناش آویزون کرده بود. تو بعضی کشورها نونا بیرون آویزون میکنن، نمایش میدن.
به من گفت که این چیه؟ من گفتم دیوانه شدی؟ باز پرسید تو بگو این چیه؟ پولدار بود خیلی. گفتم این نونه دیگه، چرا میپرسی؟ گفت من آرزو دارم یک شب بخورم، نمیتونم بخورم. معده‌اش به اصطلاح چی داشت؟ مشکل داشت. باز دکتر رفت، الحمدلله خوب شد و پرهیز کرد. منظور سلامتی مهمه. اگر سلامتی مهمه، پس دستور مربوط به سلامتی مهمه. باز این حیوان نجسو باز تو میری پرورش میدی؟ بی عقل. با حیوانا بخورن. مگه این همه چیز خوب نیست که گندم چرا بهش نمیدی؟ پروتئینش میگه زیاده. انسان که گمراه شد هر کاری میکنه. خب حالا بریم بحث دوم برنامه. این تموم شد. بحث دوم هم سریعا تموم میکنیم. ما یک بیننده رو یه حرفی زده بودیم، بیننده محکم ما رو یخه ما رو به زبان عامیانه چسبید که آقا تو که گفتی دلیل بیار. ما در مورد چین گفته بودیم که چین فتنه از شرق میاد و این چین همون مشکل از چین خواهد اومد. بگوییم حدیثی هم داریم که میگه شما با اینا جنگ میکنید. حقیقت این است که من باید اعتراف کنم که آدم گاهی در پشت تریبون حرفایی میزنه که 100% درست نیست. من برداشتم بود، نه این است که حدیث صریحا بگه، چون که وقتی پیغمبر ما زمان و مکان رو مشخص نکرده ما نمیتونیم بگیم تا وقتی که اون اتفاق بیفته. هنوز این اتفاق نیفتاده که چین اون فتنه بزرگ رو درست کنه، اما حدیث داریم که فتنه از شرق میاد، فتنه از شرق میاد. و حدیثی که داریم که سر اون من فکر کردم که چین این کار رو میکنه، مشکل چین برای ما یه مشکل بزرگی درست خواهد کرد، اون حدیث رو میخوام براتون بخونم. و ولی بازم تکرار میکنم، من نمیگم این حرف مثل حرف اولم نیست که 100% درسته، چون که تعبیر و تفسیر منه. تا گفتم تا پیغمبر مکان و زمان مشخص نشه ما نمیتونیم بگیم که مثلا این در مورد چین بود یا آمریکا بود، اما من این تفسیر رو کردم. شما ببینید شاخکای غرب الان به اصطلاح بیدار شده. در اعلامیه فعلی چی گفتن؟ گفتن که آقا توی غرب که جمع شدن که چین خطر بزرگی. آمریکایی‌ها بارا گفتن که ما در دهه‌های آینده با چین خیلی مشکل خواهیم داشت. و چین واقعا یک دولتی است که مثل بقیه دولت‌ها نیست. یعنی اگر پیشرفت هم کرده دیکتاتوری هم هست و این دوتا خطرناکه. و مثلا اشتباهات خودم جبران میکنم. مثلا این چیزی که خیلی خوشحال بودم اینا صاحب یک فرزند میشدن، ولی فورا فهمیدن، گفتن که آقا قانون یک فرزندی، ملغا دو فرزند. یک سال بعد فهمیدن که دون اینم کار نمیده، گفتن سه فرزند اجازه دارید. حالا گفتن که نه آزاده، چون میدونن که جمعیت زیاد است که انسان رو پیش میبره. و اینا چیزای خطرناکی است که چین داره، چون یک قدرت شیطانی است. شما ببینید چرا میگم شیطانی؟ برای اینکه ترکستان رو بلعیده و مردمش رو ای کاش مثلا بیاد تصرف کنه. مثلا روس اومد افغانستان رو تصرف کرد، آمریکا هند رو انگلیسی‌ها گرفتن، آمریکایی‌ها عراق گرفتن، ولی اینا نیومدن دیگه مردم رو ببرن توی اردوگاه‌ها بگن برای ما کار کن. چین این کارام میکنه، میلیون ها نفر برده در اردوگاه‌ها، حتی موهاشون هم که دراز میشه قیچی میکنه میفروشه. خب این با این دولت تو چیکار میکنی که یک ملتی رو که 35 میلیون جمعیت رو این دفعه اینجوری کرده؟ خب این فردا اگه بیاد مثلا افغانستان یا بیاد تاجیکستان یا بیاد ازبکستان یا بیاد ایران، همین کارو با ما هم میکنه. این نیست که مثلا بتونی مقاومت کنی. اینا مثلا افغانا میگه ما جلوی روس و انگلیس ایستادیم. اینجا این نمیاد که با تو جنگ کنه، همه رو از خیابون جمع میکنه، از شهر جمع میکنه، خصوصا وقتی که دیگه الان یه کمی به اصطلاح پرده داری میکنه. اینا چیزایی است که خطرناکه، متوجه هستید؟ و چیز دیگه این است که پولدار شده، همه دنیا رو قرض داده و غربی ها از همین ناراحتن. تاجیکستان الان تا خرخره در زیر قرض ایناست، همه جام جاده درجه یک میکشه. یه وقتی کوه ها مانع بود که چینیا بیان این طرف، صحرا و کوه مانع بود که بیان طرف غرب، همیشه مشکلاتشون در شرق بود. الان به پیشرفت توی همون تبت هم جاده کشیده، جاده هایی که تعجب میکنی. الان مثلا پامیر افغانستان کسی نمیتونه بره، اما جاده کشیده داره میاد. در تاجیکستان کشیده، در پاکستان کشیده، هندیا باشون مشکل داره که اونم مثل خودشونه دیگه. لذا اینها چیزایی است که ما میبینیم. از اون ور ما ببینیم که کشورها هم هر روز به روز از مسلمان ها ضعیفن، چون غربی ها با مسلمان ها مشکل دارن. تا مسلمان یک کشور سر بلند کنه سعی میکنه اونجا یه پادشاهی ضعیف بیاره، یک حاکم ضعیف بیاره، کوشششون همینه همیشه. و مسلمان ها میبینی که اصلا هیچی نداره و باز مسلمان ها خائن هم اصلا خیلیشون. الان ایران شما ببین، اصلا منکر است که چین 25 سال قرارداد بسته به ما نمیگه. میگیم چرا نمیگی؟ میگه چین گفته نگو. معلوم است که داری جاده رو صاف میکنی که چین بیاد. آخرش مشکل اینها با ترک و عربا میشه طبق تفسیر من. اینجا رو میگیرن، شاید پاکستان نتونن بگیرن، شاید در افغانستان تا حدودی دچار مشکل بشن، ولی که میان جلو.
به نظر من. و حالا شما ببینید که چرا در ایران من معتقد هستم که اینها میان. شما نگاه کنید الان تمام دنیا، اینو لطفا بیارید آفرون، تمام دنیا داره انتقاد میکنه از چی است این ارزم بزرگ شما که سینکیانگ چین یا با همون ترکستان چین رو این گرفته. همه مردم چی کرده؟ این احمق سفیر ایرانه، فقط برای اینکه به چینی ها کمک کنه رفته اونجا، میگه رفتیم در ارومچی چقدر پیشرفت کرده، رستوران رفتیم، مسجد رفتیم. بابا اونا اصلا مسجد ندارن، مردم از خونه میبره. یه مسجد تاریخی گذاشته برای خودش، میگه اونا مسجد دارم، رفتیم در رستوران رفتیم، غذاها به نام ترکی بود، همش دروغ. خب یه ممنوع تافرمان، یه همچین یک چنین دولت، ممنوع تافرمان، چنین دولت نوکری فردا که چین بیاد دیگه، خصوصا که اینم دیکتاتوریه، اما پولم نداره، چین بهش قرض هم میده، قرض که داد آقای تو شد دیگه. یکی میگفت هرگز قرض نکنید، یکی از بزرگان، و قرض هم ندید، قرض هم کردی نوکر شدی. بله این مشکلات هست. حالا حدیثی که من به شما میگم اینه، عرض به حضور شما، حدیث اینه که جبیر میگه که زیمخبر پیش ما آمد از اصحاب پیغمبر است، میگفتیم که به ما خبر بده از هدنه. هدنه یعنی سل. حدیث بیاریم که من برای مسلمان ها بخونم. خب میگه از سل به ما خبر بده، منظور سل با نصاراست. ما اصل مشکل ما با یهود و نصاراست دیگه، همیشه با اونا در حال جنگ هستیم. پیغمبر میگه از آینده خبر داد که شما با رومیا سل میکنید، یعنی سلی که به اصطلاح سل حقیقی است. چرا؟ چون هر دوتون دوچار مشکل هستید. شما میدونید در طول تاریخ، برگرد متفرمان، در طول تاریخ ما و رومیا در حال جنگ هستیم، حالا هم هستیم. حالا اونا البته غالب هستن، کاملا مواظبن که کسی سر بلند نکنه. الان هم در عراق هستن، در افغانستان هستن، در سوریه هستن، همین چهار تا جایی که ما، خیلی جاها هم گرفتن از ما، و خیلی جای دیگه هم هستن، در لیبی هستن. یعنی لیبی جلوی چشم ما همه جور امتیاز داد که ولش کنن، اما غرب ولش نمیکنه. خب اونا مشکل نصارا با ما یا رومیا با ما یک مشکل تاریخی است، از اول تاریخ شروع شده، چون ما پایتختش رو گرفتیم دیگه، ما دمشق رو گرفتیم، انطاکیه رو گرفتیم، استانبول رو گرفتیم، لذا این درد اونا نمیتونن فراموش کنن. ولی پیغمبر گفت در آینده شما با هم صلح میکنید، با روم که در حدیث دیگه میگه مزردا. خب باز چرا صلح میکنید؟ برای اینکه فتغزون انتم و هم عدوا من ورائکم، میگه با یه دشمنی که پشت سر شماست جنگ میکنید. در حدیث دیگه اومده پشت سر اونها و پشت سر شما. این منظور این یعنی چی؟ پشت سر ما کی؟ از شما نقشه جغرافیا رو نگاه کنید، جلوی ما، این البته مخاطبش هم باز عربا هستن، پشت سر رومیا، اگه جلو روم باشه پشت سر چین و هند دیگه، کس دیگه که نمونده پشت سر، اقیانوس هست. روم که آمریکا هم روم حساب میشه، در حدیث اومده روم تمام نمیشه، روم زدی ورا و روم، پشتش روم دیگه است، پشتش روم دیگه است، حالا آمریکاست، برزیل است، همش رومه. خب میگه شما صلح میکنید با یک دشمن که پشت سر شماست، همین دشمن، من تفسیرم اینه که چین باشه، برای اینکه این با این جمعیتی که داره به داره بازم زیاد میشه، روسیه سال به سال جمعیتش کم میشه، من گمان نمی کنم که روسا رو از سیبری بیرون نندازه، و گمان نمی کنم که تاجیکستان و قرقیزستان رو نگیره، چون اون طرف زورش زیاد نمیرسه. ژاپنیا، ویتنامیا، هم به اصطلاح کره ای، دولت‌های غربی اونها رو اجازه میدن که پیشرفت کنن، چون اونها از اونها احساس خطر نمی‌کنن، یک مسلمان‌ها رو اجازه نمیدن. پس زورشو که الان قدرت پیدا کنه و باید استعمار کنه، معمولاً ابرقدرت‌ها باید استعمار کنن تا پیش برن، جنگ می‌کنن. حتما به این طرف می‌رزونه، این تفسیر منه. خب اما خطر که به روی رومیا رسید، رومیا با مسلمان‌ها متحد میشن، چون جنگ مسلمان‌ها می‌کنن طبق این حدیث، و میگه بیا با هم صلح کنیم، صلحشون هم صلح حقیقی است. باز میرن با چینی‌ها می‌جنگن، نظر منه ها، ولی تو حدیث نیومده، میگه با اون دشمن میجنگن و پیروز میشن و غنیمت میگیرن و سالم برمیگردن. بعد از اون که برگشتن، بیارید حدیثو، در جایی که به مرجن زی تلول، به جایی که به اصطلاح به یک چیزی مرتعی، چراگاهی یا زمین صافی که تپه تپه است، اونجا میگه میشینن با هم، اونجا مشکلی رخ میده. مشکل چیه؟ در اونجا یک نصرانی بر صلیب بلند میکنه، میگه که ما بردیم غلب الصلیب. یکی از مسلمان‌ها عصبانی میشه که جنگ ما کردیم، تو داری افتخار میکنی، بلند میشه و این صلیب میشکنه، صلیبی که شکن، میگه روم هم خیانت میکنه و میاد برای اینکه قتل عام کنه مسلمان‌ها رو،
جمع میکنه نیروهای خودش رو، و در حدیث دیگه هست ممنوع تا فرمان، در حدیث دیگه هست که میگن که ما میان و با 12,000 حدیث بیارید، 12,000 با 80 پرچم میان با لشکر میان و هر لشکرم 12,000 سرباز داره، به جزیره عرب هم حمله میکنن. اینو پیغمبر خبر داده. من کلش این بود بیننده عزیزی که از من پرسیده بودی، من کمی شاید غلوف کردم و اینم دارم به شما میگم، یک تفسیری است که خودم میکنم، میتونه اصلا چینم از بین بره و این حدیث تطبیق نکنه، ما نمیدونیم کی تطبیق میکنه، ولیکن با توجه به اینکه حدیث های دیگه درست در اومد، پیغمبر گفت که قلم منتشر میشه، بازارا نزدیک میشه، عرب ها در ساختن ساختمون با هم چی میکنن، رقابت میکنن، خیلی چیزای نشانهای قیامت داره درست در میاد، یکی یکی میتونه اینم درست در بیاد، ظاهرا چین یک دولت عجیب غریب است. خب تا فرمان یک میان برنامه کوتاه به ما بدید تا برگردیم به برنامه مناظره که بر بیننده هم زنگ بزنه در این فرصت. بله میان برنامه اگه دارید بذارید، اگر ندارید که شرود از آبشار عرش رحمان تا شدم نازل، بشستم تیرگی ها رو، بردم گرد غم از دل. بیا یک دم تماشا کن گلستان محمد را، نگر بر آیه های من. سلامی دوباره به شما بینندگان عزیز، و ما یک فایل صوتی داریم بشنویم، اگر اتاق فرمان آماده است، اگر نه ما این بیننده ای فرستاده آماده نیست، هست خب بفرستیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته استاد محترم، شب شما بخیر، دیار که هستیم انشالله، سلامت باشیم، زنده باشیم. ببخشیم همی ایوانایی که میگم آمد نامد داره، همی گب استاد سند داره یا نه؟ دیم همی کبوتر بخونه یعنی کفتر اینا مشکل داره نداره چی رقم؟ امی فقر میگم میاره، این راسته یا دروغه؟ خیلی ببخشیم امیر، باز راهنمایی کنیم، تشکر. بله این که شما بگید که فلان چیز فال زدن در اسلام خوبه، ولی که فال نیکو زدن، فال بد نزنید. پیامبر فرمود تفاول بالخیر تجدو، فرمودن که فال نیک بزنید، یعنی هر چیز اومد جنبه مثبتش ببینید، هیچ چیز جنبه منفیشو نبینید. و در کبوتر هم هیچ مشکلی نیست که در خانه باشه، فقر نمیاره و اینو هر کس به شما گفته درست نگفته، داشتن کبوتر هیچ مشکلی نداره. عرض به حضور شما که بودن صحابه‌ای که حیوانات خانگی داشتن، پرنده داشتن. خب یکی دیگه ایشون بیننده نوشته که سلام، تشکر میکنم از برنامه خوب شما، در بیننده در کشور ما افغانستان زیاد دارید و شما زحمت کشیدید، نور رو خدا یاری بده، الله شما رو هم یاری بده و شما رو حفظ کنه، خیلی ممنونیم. ما منتظر هستیم که این آقای چی زنگ بزنه، آقای که عباس چی؟ کنتراتی. اما قبل از اون من یک معذرت خواهی از بیننده ای هم بگم که یک بیننده ای گفته بود آقا ما این برنامه رو باز نمی کنیم که دعوای شیعه سنی رو بشنویم، ما انتخاب کردیم گفتی ناباوران دلایل میاری بر علیه ناباوران، لذا باید که کسایی زنگ بزنن که ناباور هستن یا با در اون موضوع صحبت کنن. تو میای مثلا داستان حضرت عثمان و حضرت علی رو برای ما میگی، این حرف این بیننده کاملا معقوله، اما ما بخش دوم برنامه رو جدا کردیم و دیگه مشکل دیگه ما این است که خود ملحدین برای این مناظره نمیان، اگر که ملحد بیاد ما که حرفی نداریم، با ملحد مناظره میکنیم و خوشحال میشیم. الان هم منتظر هستیم آقای چی بیاد. خب عکس آقای
عباس خودتون رو سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم. علیکم سلام. ممنونم. خودتون رو معرفی کنید، بگید که کی هستید، از کجا هستید، چقدر مثلا کجا درس میخونید یا بله. من تراتی هستم، از سالت هم شهر خرمشهر و طلبه حوزه علمی هستم. بله، در طرزه علمی خود همون خرمشهر یا در شهر دیگه؟ نه در شهر دیگه. بله، میشه اسم شهرم بگید؟ بله. دسفول هستین؟ جا؟ دسفول هستید؟ فرقی بر ما نمی کنه. عرض کردم در شهر دسفول هستید، فرقی بر ما نمی کنه، ولی خوب است بینندگان بدونن تا بدونن ماست. قم در شهر قم هستین، چه بهتر. خب ما میریم صحبت شروع می کنیم و خودتون می دونید موضوع چیه، برای بینندگان میگیم و اتاق فرمان وقت رو نگه دارید. ما تقریبا نفری 15 دقیقه می تونیم صحبت کنیم. عرض کنم خدمت شما آقای کنتراتی که ما این 15 دقیقه خودمونم به شما خواهیم داد، اگر که حرفتون اینطور نباشه که به اصطلاح تکراری باشه یا بی رفت باشه ما کمتر صحبت میکنیم. اما از شما خواهش میکنیم که این وقت خودتون رو تقسیم کنید، اینطور نشه که همه رو اول استفاده کنید. و این خواستم بگم در اول قضیه که شما مطمئن باشید اگر که معقول صحبت کردید من از وقت خودم بهتون میدم، بینندگانم شاهد باشن. موضوع برنامه این است دوستان عزیزان که ما میخوایم بگیم، یک سوال رو دنبال جوابش میگردیم که حضرت پیامبر رو صحابه کمک کردن طبق روایت شیعه و سنی، اما طبق روایت شیعه بعد از که ایشون سرشو به زمین گذاشت یک دفعه مردم اومدن و کافر شدن، یا دستور پیغمبر در مورد حضرت علی زیر پا گذاشتن که خودش کفره، چون که علی رو خدا انتخاب کرده، حضرت علی رو خدا انتخاب کرده از نظر شیعه. ما دنبال این میگردیم که انگیزه این مردم چی بود که تا دیروز پیغمبر رو یاری کردن، امروز که حضرت علی جانشین انتخاب شد، همین که پیامبر سرش گذاشت همشون برگشتن از با حضرت علی دشمنی کردن. ما دنبال انگیزه میگردیم، یک جای قتل اتفاق افتاده، پلیس دنبال انگیزه میگرده و ما دنبال انگیزه هستیم که آقا انگیزه این قاتلا چی بوده، چون مهمترین چیزی آدم بی خودی که کسی رو نمیکشه، اونا افرادی مثل صحابه که بعدش هم آدمای خوبی بودن. حالا این جواب سوال رو ما دنبال جوابش هستیم. آقای کنتراتی بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا مولى الموحدين امير المؤمنين. و اما سوالی که جناب آقای سجودی این رو مطرح کردن در رابطه با اینکه صحابه چرا به حضرت محمد کمک کردن ولی فردای وفات ایشان با لطفا بلندتر صحبت کنید. آقای کنتراتی لطفا با صدای بلندتری صحبت کنید. بله بله. موضوع امروز در رابطه با سوالی که جناب آقای سجودی مطرح کردن، اینکه صحابه چرا به حضرت محمد کمک کردن ولی فردای وفات ایشان با حضرت علی دشمن شدن، دقیقا این سوالی بود که خود جناب آقای سجودی مطرح کرد. خب اساسا مناظره هم بر اساس همین سوال شکل گرفت که من نمیدونم واقعا حقیقتا حالا جناب آقای سجودی با این سوال دنبال چه چیزی هستن و به چه نتیجه میخوام برسن. به هر حال ما به جواب این سوال بپردازیم. من در جواب این سوال ابتدا از یک روایت در کتاب المستدرک علی الصحیحین جناب حاکم این حدیث رو ابو ذر نقل میکنه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله من اطاعنی فقد اطاع الله ومن عصانی فقد عصى الله ومن اطاع علیا فقد اطاعنی ومن عصى علیا فقد عصانی. خب ذهبی در تحقیق این روایت اینه که صحیح، محقق کتاب هم میگه رجال هم ثقات. پس اطاعت از امام علی علیه السلام همون اطاعت از پیامبر. حالا ما همین سوال شما رو از خود شما مطرح، اینکه به زعم شما خب چرا صحابه از پیامبر به زعم شما اطاعت کردن ولی از امام علی اطاعت نکرد، مگر اطاعت از امام علی علیه السلام اطاعت از پیامبر نیست؟ خب ما شیعه که قائل به عدالت صحابه نیستیم، اینکه شما قائل هستید، پس باید پاسخگوی این سوال باشید. حالا من همین سوال رو به صورت یک برهان عقلی برای شما مطرح میکنم. مقدمه اول، طبق همین حدیثی که ما برای شما خوندیم، حدیث صحیح هم
اینکه اطاعت از امام علی همان اطاعت از حضرت رسول. مقدمه دوم اینکه در کتاب السنه ابن ابی عاصم یک روایت که میگه پیامبر خطاب به امام علی علیه السلام فرمودن انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعد، کتاب السنه صفحه 565، که جناب البانی هم اون رو صحیح میدونه. پس امام علی علیه السلام خلیفه بلاخص و بر حق پیامبر بود، این شکی هم وجود نداره. مقدمه سومی که خب ولی خلافا از این همه دستور پیامبر تصفیش کرد و بلا فاصله بعد از فوت ایشون شورا تشکیل دادن و برای خودشون یک شخصی رو انتخاب کرد. خب با اینکه پیامبر از قرم خلیفه خودش رو انتخاب کرده بود و چندین مرتبه شما از 3 دقیقه بیشتر صحبت کردید بهتر است، این رو مطرح کرده بودم. حالا نتیجه این برهان پس این میشه که همون سوالی که ما از شما پرسیدیم رو دوباره مطرح میکنیم، اینکه چرا صحابه از امام علی اطاعت نکردن، در صورتی که در مقدمه اول گفتیم اطاعت از امام علی همان اطاعت از رسول خدا. در مقدمه دوم هم گفتیم امام علی به قول خود پیامبر خلیفه ایشون، جانشین ایشون. خب شما بهتر از 3 دقیقه صحبت کنید که همینطور دوباره این سخنرانی میکنید، وقت تموم میشه. آقای کنتراتی، یک حدیث می آوردی کافی بود، یک دفعه بحث رو 3 دفعه داری تکرار میکنی، اینطوری وقت تموم میشه دیگه. این برهان عقلیه. خب برای نقل ما هم فهمیدم، والا بینندگان هم فهمیده. اینقدر تکرار برای چی انجامش میدی؟ نه یه لحظه شما اجازه بدید من کامل بخونم. بخون کامل از روی نوشته این مشکلتونه دیگه، بخونید بفهمید. بخون نه خب چرا به قولی خلفا از امام علی اطاعت نگرد، در صورتی که خب ایشون جانشین بر حق پیامبر بودن و نباید خودشون برای خودشون خلیفه انتخاب کردن و بیعت کردن. خب حالا ما ادامه میدیم در کتاب النهایه. آقا جان صبر کن، آقای کنتراتی تو بخوای 15 دقیقه تو صحبت کنی بری، این که نشد دیگه. یه سوال پرسیدی 20 دفعه تکرارم کردی، باز میگیم که در ادامه میدم. چی رو ادامه میدی؟ مناظره میکنی یا سخنرانی میکنی؟ نه دیگه اینطوری که نمیشه. بعد از 3 دقیقه شما رو متوقف میکنم. خب یک حدیث میگفتی که آقا شما اهل سنت معتقدید که علی نمیدونم خدا انتخابش کرده، اومد آقا ایشون وقت منو بگیری، حالا وقت منو بیاری، ایشون اومد گفت که آقا این جواب سوال ما شما باید بدی، در کتابای شما نوشته، خلاصه حرفش اینه که علی رو خدا انتخاب کرده. در کتابای ما اگر نوشته باشه علی خدا انتخاب کرده، بعد چرا ما قبول نداریم؟ یک، تو که کتاب ما رو خوندی، همون ابوبکر و عمری که حضرت علی رو عرضم به حضور شما به قول تو حقشو خوردن، در همون ننوشته که اینا بهشتی هستن؟ ننوشته که عثمان بهشتی است؟ اون حدیثا رو چیکار می‌کنی؟ پس جواب عقلی این است که شما حدیث های ما رو برداشتتون درست نیست. اگه بگی نه کتاب های شما تضاد داره، بس کتاب منو بذار کنار، با عقل با من بحث کن یا با کتاب با من بحث کن و قبول کن که ابوبکر بهشتی است. ابوبکر با خوردن حق علی و حضرت عمر با زدن لگد زدن به فاطمه بهشتی شده؟ بگو نه. پس این نیست. پس شما اومدی خودت دوختی، خودت بریدی، خودت دوختی. نه ما اینو نمیگیم. ما میگیم علی هم جزء خلفای راشدین هست، ولی این حرفایی که شما استنباط میکنید ما قبول نداریم. دلیل برات دور زدم، برات دلیل آوردم که اونا بهشتیان. اینو چی میگی؟ جواب بده، ولی سعی کن 3 دقیقه صحبت کنید که من وقت خودم بهت میدم. باز بفرمایید شروع کنید. بله من ادامه همون بحثم رو میخونم، چون من همونجا به قولی پاسخ سوال شما رو هم دادم، ولی شما اجازه بدید من به قولی عزیز من وقتشو نگه دار، وقتش 1 دقیقه نگه دار. شما داری مناظره میکنی، آخر 5 دقیقه 15 دقیقه مناظره تو، حالا 5 دقیقه صحبت کنی، این که انصاف نیست دیگه. اجازه بدید حالا صحبت کنید. استفاده کنید، بفرمایید. بسم الله. ابن عثیم در کتاب خود میگه که سیقات انهم لم یزالو مرتدین على اعقابهم، ای متخلفین عن بعض الواجبات، پس گفته میشود که آنها در پشتهایشان مرتد بودند، یعنی از بعضی واجبات متخلف بودند. این قول جناب ابن عثیر علمای شما گفتن ارتداد یعنی تخلف و سرپیچی از وظایف، به خاطر همین جهنمی میشن.
پس اولین وظیفه ای که اونها یعنی خلفا از اونها سرپیچی کردن اطاعت از امام علی بوده، چون خلیفه خدا بوده. پس صحیح‌ترین احادیثتون داره که صحابه از واجبات تخلف میکنن و ما ثابت کردیم اطاعت از امام علی واجبه، پس نتیجه میشه ارتداد و نفاق اونها. بله خب بس یک سوال پرسیدی دیگه میخوای ادامه بدی؟ قرآن عقلی که ما گفتیم اینه، تموم شد. ابن عتیق که یه حرفو زده معتقد بوده که حضرت ابوبکر جهنمیه، تو الان از ابن عتیق آوردی که من نمیدونم که این گفت منتظر بود، این معتقد بوده که حضرت علی حضرت ابوبکر جهنمیه، تو از حرفش این طور استنباط کردی، آیا اونم این عقیده رو داشته؟ جواب بده، وقت منو بگیر جواب بده. من اینکه بحثه رو خودم دارید علمای خودتون رو زیر سوال میبرید، من علمای خودم زیر اون کتاب وارد شده ولی نه اجازه بدید، ولی وقتی بخوام وارد مطلق بشیم میگید نه خب بر ابوبکر عمر وارد نمیشه. خب چرا وارد نمیشه؟ مثلا حدیثی که گفته پیامبر در کتاب السنه ابن ابی عاصم وارد شده، پیامبر خطاب به امام علی فرمودن انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی. آقای چی؟ من وقتم همه رو به شما میدم. آقای شما جواب سوال بده دیگه عزیز من، جواب سوال بده. تو ابن عتیق رو مثال زدی که از حرف بله؟ اگر از اینا به نبی عاصم اینو با روایت صحیح نقل کرده بعد اینکه خودش قبولش نداره که دیگه بدتره که دیگه آقای سجودی. آقای محترم شما گفتی که ابن عتیق گفته که کسی که نمیدونم حق این حق حضرت علی رو خوردن صاحب جهنمی هم. من میگم که پس حق خوردن شما بس استنباط کردی که جهنمی هم. شما استنباط کردی، آیا اونم این عقیده رو داشته؟ نداشته. پس معلوم است که تو داری از زبان اون حرف میزنی، اون اصلا هیچ چیزی نگفته، اگر که عقیده داشته که اونم شیعه است. پس ابن عتیق برای من چرا مثال میاری؟ چرا ابن عتیق برای من مثال میاری؟ ابن عتیقی که دیوانه بوده از نظر شما که یه چیزی میگفته یه چیز دیگه عمل میکرده، برای من چرا مثالش میاری؟ جواب بده، وقت منو بگی. الزام هست داده عقلی متاسفانه شما با قواعد عقلی کاملا غریبه هست. من برای شما برهان آوردم، برهان عقلی، سه تا مقدمه و یک نتیجه. شما به هیچ کدوم از اینها اعتنایی نکردید، یک سوالی هم مطرح کردید شما متاسفانه جواب ندادید. آقای جان من هر سوال شما رو جواب میدم، وقت منم بهت میدم. اینجا حوزه علمیه قوم نیست که الزام عقلی باشه یا حرفایی که از خودتون در میارید. شما یک حرفی زدی، من از یک ابن عتیقی برای من یک مثالی آوردی که ابن عتیق اینطوری گفته صحابی جهنمیان. گفتم خودش آیا معتقد بوده؟ برای من میگه باید معتقد باشه، اگه معتقد نباشه مصیبت بزرگتره. خب بدتر، خب بس ول کن ابن عتیقی که دیوانه است از نظر شما. یه چیزی میگه خودش میگه آقا این خونه مال علیه، باز میگه من قبول ندارم. خودش هم از حدیث هم نمیگه که مجبور باشه، به اعتقاد خودش میگه. میگه شما نگاه کنید بینندگان این چی میگه به ما، میگه الزام عقلی. این فکر میکنه حوزه علمیه قم است، می فکر میکنه حوزه علمیه قمه. میگه که ابن عتیق این حرف زده، این حرف زده و این معتقد هست که چی است، حضرت علی مخالفات جهنمی هست، یعنی ابوبکر عمر رضی الله عنهما زبانم لال. خب اگر معتقد است پس چرا معتقد نیست؟ میگه این مصیبتش بزرگتره، میخوام اینو بگم. میگه معتقد چون نیست بزرگتره، یعنی میگه چون ما حرفش اینطوری فهمیدیم و اون معتقد نیست پس چیزش بزرگتره. این حرف دیوانگی بیشتر شبیه هست. پس ابن عتیق ول کن یا قبول کن ابن عتیق دیوانه است. یه چیزی بگو که بعقل، یعنی میگه تو ابن عتیق قبول کن. اجازه بده من که وقت دارم. به من میگه تو ابن عتیق به عنوان یک عالم سنی قبول کن و به عنوان یک عالم سنی هم قبول نکن. باز میگه این الزام عقلی است. این فکر میکنه حوزه علمی قوم است که ملاهاشون بالا صحبت میکنه اینا پایین چچه هم میزنن. اینجا آقا مناظره است. بفرما حالا دیگه من صحبت دقت نمی کنم. صحبت کن. ممنونم از شما. یعنی متاسفانه من که از اصل متن کتاب جناب ابن عتیق که از علمای شما بوده من برای شما خوندم. اصلا هم صحبتی از صحابه نیوردم. گفتم که طبق کلام علمای شما ارتداد یعنی تخلف و سرپیچی از بقای بینندگان هم شاهد هستم. پس من اینو گفتم نفعید. پس اینطوری نتیجه گرفتم. خب تخلف و سرپیچی از بقای به معنی ارتداد طبق همین کلام ابن عتیق. خب حالا من توی مقدمه اول و سوم خودم اثبات کردم که به قول صحابه از وظایف خودشون سرپیچی کردن. پیامبر در زمان و مکان‌های مختلف کما اینکه من مثال آوردم فرمودن انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی،
خلیفه من بعد از من بر همه مؤمنین. خب چرا به قولی صحابه برای خودشون انتخاب کردند و خلیفه انتخاب کردند؟ چون که نمیشه جناب آقای سدودی. این نتیجه برهانی بود که تا اینجا ما خود. حالا من بازم سوال خودم رو از شما دوباره مطرح میکنم، چرا صحابه از امام علی اطاعت نکرد؟ من از یک حدیثی برای شما خوندم بود، اینکه اطاعت از امام علی علیه السلام همان اطاعت از پیامبر. چرا اطاعت نکرد؟ یک جواب. برای اینکه صحابه خونده جوابش خیلی ساده است. بله بله، یک لحظه من اینو بخونم. بس تموم کردید من بگو. بله، برهانی که من همین برهانی که من برای شما خوندم دقیقا قرینه هم داشت. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در کتاب صحیح مسلم، صحیح ترین کتاب خودش بود، شما دو تا کتاب دارید، صحیح بخاری صحیح مسلم، پیامبر اونجا حدیث نقل هست در صحیح مسلم که در میان اصحاب من 12 نفر منافق وجود داره. آیا عمر بن خطاب نبود که از یکی از صحابه پرسید آیا من جزء منافقین هستم؟ بعد این قرینه ای هست بر همین برهان. شما فرمودید چرا از پیامبر اطاعت کردم، چرا از امام علی اطاعت کردم؟ من گفتم منافقم طبق برهانی که استدلال کرد. بفرمایید درک کنم. تموم شد آقا. شما یه حرفی زدی که میگه سوال من جواب بده که چرا صحابه از حضرت علی اطاعت نکردن. برای چی باید اطاعت کنم؟ میگه من حدیث برات خوندم. این حدیثی کی برات گفته؟ همون صحابه گفتن، همون صحابه، باز همون علما هم تو ردیف میکنی، مسلم هم برای من میاری. همشون یعنی حرفو نفهمیدن هیچ کدوم. من یه سوال اساسی ازت پرسیدم که آیا اینها همون چیزی رو که تو فهمیدی فهمیدن؟ نه بخاری فهمید، نه مسلم فهمید، نه ابن عتیکه فهمید، نه آلبانی فهمید، نه فلان فهمید، نه بهمان. همشون نفهمیدن. باز میگه مصیبت بزرگتری، چرا حرف منو نفهمیدن؟ تو کی هستی در مقابل این همه علما؟ تو کی هستی؟ باز من سوال منو تو باید جواب بدی. پس تو داری اصلا یه چیزی میگی که هیچ کس اونو نمیگه، تو سفید و سیاه میگی. باز بهت گفتم همین صحابه، همین علما خوندن که ابوبکر و عمر بهشتی هستن. تو میگی که نمیدونم گفته 12 نفر منافق هستن، پس عمر رضی الله عنه زبان ملال منافق است. خب تو کتابو میخونی چرا درست نمیخونی؟ تو همین مسلمی که تو خوندی میگه عشره مبشر است، ابوبکر بهشتیه، بلکه میگه از علی بالاتره، میگن سید، میگه کهول اهل جنه هستن. مثال میگم اگه اون حدیث صحیح باشه، حالا من تو ذهنم نیست، به هر حال بهشتی هستن. دلیلی که شکی نداری که چرا اونا رو نمیخونی؟ تو علمای ما همه رو میخونن، جمع میکنن که آقا علی هم واجب الاطاعه بود، ابوبکر هم واجب الاطاعه بود. تموم شد رفت. تو یه چیزی درآوردی، نمیتونی بگی که علمای تو به این عقیده دارن. چون بگی عقیده دارن، بینندگان میدونی مثل چی میمونه؟ یک بهایی بیاد بگه، بهایی هم این کارو میکنن، میگه آقا علمای شما گفتن که نمیدونم اینجور و اونجور. خب علمای ما گفتن، چرا قبولت ندارن؟ میگه اینکه گناه بزرگتری که قبول ندارن در طول تاریخ. حالا چه مرضی داره؟ اصل مناظره همینه که چه مرضی داشتن که چیزی رو که خودشون قبول داشتن قبول نداشتن. یعنی اگر حق علی رو خوردن، چرا دیگه تو کتابا نوشتن که آقا حق با علیه؟ یه سوالم جواب نمیده، به من میگه تو سوال جواب ندادی. اینا عادتشونه، آخر کلمات خود میگن، بهشون یاد دادن که سجدی تو سوال جواب ندادی. کدوم سوال جواب ندادم؟ بگو همین الان جواب بدم. همون دوباره تکرار کن، سخنرانی نکن، هر سوالت من جواب میدم. ولی تو سخنرانی میکنی، گم میکنی. بفرما. بس میکروفون مال شما. بفرمایید. تو به حوزه علمیه و چیز توهین میکنی. تو به حضرت عمر توهین میکنی. اون هیچی نیست، خجالت هم چیز خوبیه. تو الان به حضرت عمر میگی منافق. تو سر کسر، من که به حتی حوزه علمیه رو نگفتم منافق. تو خجالت تو نمیکشی؟ تو به حوزه علمیه میگه توهین میکنی. تو به حضرت عمر توهین میکنی. تو به حضرت عمر توهین میکنی. تو خجالت نمیکشی این حرفو میزنی؟ بفرما. کجا؟ صحبت کن. حالا ما این برهانمون رو متاسفانه مطرح کردیم چند دفعه. چند دفعه مطرح کردم این برهان رو. خلاصه مطرح کن. جواب اگه ندادم بینندگان شاهد. بحث طولانی نکن. در یک جمله کدوم سوال جواب ندادم؟ وقتم از وقت من بهش میدم. بفهم. ورود نکن.
در یک روایتی که جناب آقای نعمتی هم در مناظره قبلی خوندم، پیامبر فرمودن اینکه خطاب به امام علی علیه السلام فرمود اینکه ستلقا بعدی جهر در کتاب المصنف لابن ابی شیبه، خطاب به امام علی علیه السلام فرمود که بعد از من بهت خیانت میکنم، بهت بدرفتاری میکنم. دقیقا همینطور جناب البانی و بقیه هم ظاهرا تصحیح میکنم بگن رجال متقاعد. این هم جواب سوال شما، ما چند دفعه جواب دادیم، جواب دادیم که صحابه طبق حالا همین قرآنی که گفتید منافق هستن. آقا خب اگر نقدی داری بفرست، ما داریم بحث علمی میکنم، اگر نقدی داری شما بیاید نقدی علمی بکنید، من به وقت از کتب شما میدم. دارم میگم اطاعت از امام علی طبق حدیثی که جناب حاکم نقل کرده همون اطاعت پیامبر، و اطاعت پیامبر همون اطاعت خداوند متعال. شما میگید خب جناب آقای حاکم که خودش معتقد به این نبود، این دیگه بدتره. میگید حدیث صحیحی که هست که خودم هم تو کتاب خودم نقل میکنم ولی قبولش ندارم. خب چرا؟ دقیقاً من چرا من نمیفهمم دلیلش چیه. شما دارید نفاق حتی کتاب های صاحبی صاحبین کتاب های خودتون هم اثبات میکنید با این کار. بفهم. خب حالا به من بگو که از وقت من بگیر برش بده، هیچ عیبی نداره. کدوم سوالت جواب ندادن؟ خلاصه در یک الان همین چی پرسیدی، اما سوالتو در یک کلمه بگو، یک جمله بگو که جواب بدم. در یک کلمه بگم، در یک کلمه شما سوالم رو میگم، چرا بعد از پیامبر صحابه از امام علی اطاعت نکرد؟ بفرمایید. گفتم برای اینکه اینو باید تو جواب بدی، برای اینکه گفتم که پیغمبر نگفته ازش اطاعت کنه. ما که گفتیم جواب پیغمبر نگفته ازش اطاعت کنه. چی میگی حالا؟ عجب، چطوری که جناب آلبانی اینو تصحیح میکنه که پیامبر خطاب به امام علی فرمود انت خلیفتی فی کل مؤمنین بعدی، شما جانشین من، خلیفه من بعد من هستی بر همه مؤمنین. این فهم شماست، این فهم شماست. همون آلبانی که اینو تصحیح کرده این عقیده رو نداره، همون کتاب که این نوشته این عقیده رو نداره، همون راوی اجازه راویان این حدیث یکی اجازه بده راویان این حدیث که بالاخره سلسله احادیث داره دیگه، توش 8 نفر هم باشن 8 نفر این عقیده رو ندارن. این که به تو رسیده، چرا تو اینطور این عقیده رو پیدا کردی؟ همون آلبانی که تصحیح کرده این عقیده رو نداره، نویسنده کتاب نداره، اون کسایی که این حدیث به اون نویسنده کتاب رسوندن در سلسله 8 گانه این عقیده رو ندارن. این تو از کجا آوردی؟ پس معلوم است که داری از خودت در میاری. باز اگر از کتاب در میاری، پس این جواب سوال چرا جواب نمیدی که تو همون کتاب نوشته ابوبکر بهشتیه، چطور ممکن حق علی رو بخوره و بهشتی باشه؟ همین سوال حالا من دوباره تکرار میکنم، این سوال منو جواب بده. من که سوالت جواب دادم، چطور ممکن؟ از اولم ازت پرسیدم چطور ممکنه تو کتابی که تو از من دلیل میاری، از اون کتاب مهمتر من برات بخاری مسلم میارم، نوشته ابوبکر و عمر جنتی هستن، چطور ممکنه که حق علی رو بخوره، شکم فاطمه رو پاره کنه، باز بهشتی باشه؟ اینو جواب بده، تموم میشه. بس بفرما. متاسفانه سوال شما دوباره مطرح میکنه که این سوال به ضرر شما هست. جناب آقای سدودی، مؤلف میاد یک روایت رو مطرح میکنه در کتاب خودش، اونم با سند صحیح، و اقرار میکنه که این سندش صحیحه. خب چرا قبولش نمیکنه؟ پس اگر سند صحیح، شما این سوال رو باید جواب بدید. فکر نکنید که قرار فقط شما سوال بپرسید و ما جواب بدید، نه اصلا همینطوری نیست. شما گفتید در همون کتاب هم که روایتی نقل شده که صحابه بهشتی هستن. خب بله، قطعا هم همینطوره. منم بخوام اگر بخوام از کتب خودم به شما احتجاج بکنم، استناد بکنم، قطعا اصلا حرفی باقی نمیمونه. این از مسلمات کتب شیعه. شما باید اگر دلیلی دارید بر بهشتی بودن، بفرمایید از کتب شیعه احتجاج بکنم. اگر روایتی دارید بسم الله، اگر ندارید شما حق ندارید به روایات همون کتاب احتجاج کنید. من حق دارم، میتونم، چون این قاعده عقلی هست به اسم قاعده الزام. اگر بلدید من به شما یاد دارم قاعده الزام میگه اگر بخوام با مخالفین خودم بحث بکنم، باید از کتب خودشون، از قرائنی که اونا میپذیرن بهشون دلیل بیارم. من هم دلیل برای شما بود بعد که نکردید، فقط گفتید جناب حاکم، جناب آلبانی به این روایت که معتقد نیستن.
وقتتون داره تموم میشه دیگه. شما دلیل میاری اما دلیل وقتتون نمیشه. در قرآن اومده شیطان گفته اینی اخاف الله، من از خدا میترسم. شیطان پرستا میتونن بگن که آقا ما این آیه رو قبول داریم، بقیه رو قبول نداریم، الزام میکنیم از کتابتون. این قاعده الزامتون رو ببرید بذارید تو سطل آشغال. آیا میتونه الزام کنه ما رو؟ راستی تو قرآن نوشته دیگه، به مشرکین گفته اینی بری و منکم، من از شما بیزارم. آیا مشرکین ما باید بگیم که شیطان موحد درجه یک بوده و ما آدم خیلی خوبی بوده، اینی اخاف الله از متقی بوده؟ یا آیات دیگر هم میبینیم، از بخاری یک حدیث میاری حدیث های دیگر نمیبینه، میگه من نمیدونم کتابتو رو قبول ندارم، مثل شیطان پرست. اینجور نکن دیگه، جواب بده. میخوام وقت تو تموم نشه ولی وقت منم بهت میده، ولی جواب در موضوع بده. بفرما. خب الان شما سوالی که مطرح نکردید، من مطالب خودم رو الان سوال چی مطرح نکردم؟ تو میگه قاعده الزامو یاد بدم به تو، قاعده الزامو به من یاد بده دیگه آقای استاد، قاعده الزامو من یاد بده. الان شیطان پرست من ملزم کنه که در قرآن اومده اینی اخاف الله، ما باید من قبول کنم که شیطان پرستی کار درستیه؟ آقا تموم میشه وقتت عزیز من، بگو بگو. اگر قراره به اینطور باشه پس دیگه کارم خیلی راحت تر میشه. من همین الان دوباره از کتاب شیعه میارم برای شما. آیا شما میپذیرید؟ قطعا خیر. خب منم همینه میگم دیگه، نمیشه. من روایت از کتاب شیعه که نیوردم، از کتاب السنه ابن ابی عاصم آوردم. آقا جان شیطان پرستم که از قرآن دلیل آورده دیگه، اونم که از کتاب علکی نیورده، از قرآن برات دلیل میاره. نگاه کنید آقا، شیطان میگه قال اینی بری و منکا اینی اخاف الله رب العالمین که مثل شیطان از قال للانسان. چی میگی؟ بفهم. من متوجه میکنم، وقت خودم بهت میدم، متوجه میکنم. آقا اینی اخاف، شیطان میگه من از خدا میترسم، تو میگی که الا قاعده الزام است، من از کتاب دلیل میارم و من از همون کتاب برای دلیل آوردم که ابوبکر بهشتیه، تو میگی من اینو قبول ندارم کتاب تو رو. من از یک هد شیطان پرست آوردم برات که بهت میگه آقا طبق قاعده الزام شیطان میگه اینی اخاف الله، من از خدا میترسم، من متقیم، خدام نگفته دروغ میگه. بهش مشرکین گفته اینی براسی هم فرار کرده از مشرکین. من به شما میگم که آیا یک شیطان پرست ما حق نداریم بگیم که قرآن رو تمامش بخون ببین که گفته که شیطان از کافرها بود؟ حق داریم. تو میگی نه حق نداری، تو از میگی من کسی کتاب بخاری برات دلیل میارم، اونم دلیل من در آوردی، من در آوردی که یکی از علمای سنت سنی حرف تایید نمیکنه. من میگم این چی میگی؟ اشعری مباشر هستن. میگه اونی که من قبول ندارم از کتاب من بیار، از کتاب تو من چی بیارم؟ از کتاب با حول چی بیارم که نمیدونم که آخ خاتم النبیین پیغمبر است؟ این حرفا رو میزنیم دیگه، من حرف نمیزنم، شما صحبتتون رو بس خلاص. ولی جواب اگه نداد بینندگان، اگه جواب نداد چون میرن یه موضوعی دیگه، بفهمید کی شکست خورده. اگه جواب داد درسته، استدلال دیگه خودش من گفت من درس میده قاعده الزام، من شاگردشم، قاعده الزامو برام بگه در مورد شیطان چطور میکنه. بس من دیگه صحبت نمیکنم. بفرمایید بفرمایید. من در ادامه همون صحبت‌های خودم شما چیزی نداری، اصلا چیزی نداری. میگید که جواب آقای مثلا قرآنی به این اعتبار نداشته، قاعد الزام اصلا شما قبول نداری، شما با بدیهیات قواعد عقلی آشنایی اصلا ندارید که اصلا اونا رو قبول داشته باشید. حالا جناب ابن تیمیه در کتاب خودش من حضرت سنن میگه که ولم یکن کذلک علی فان کثیرا من الصحابه والتابعین کانوا یبغضونه و یسدونه و یسبونه. خب چرا صحابه با امام علی علیه السلام دشمنی داشت؟ پس این جواب سوال شما فرمودید چرا از دوبالی از امام علی اطاعت نکردن، دشمن شدن باش بعد از پیامبر؟ من هم جواب به شما میدم، با امام علی دشمنی داشتن صحابه. ابن تیمیه داره که کتاب خودش منهاج السنه جلد هفتم صفحه 137 میگه ولم یکن کذلک علی فان کثیرا من الصحابه والتابعین كانوا یبغضونه. چرا؟ آقای کنتراتیو وقتتون تمومه، اما من وقت خودم به شما میدم. هر یک دقیقه از وقت منی که بگیری یعنی دو دقیقه وقت گرفتی، چون یک دقیقه منم صحبت نمیتونم بکنم. الان از وقت من داری استفاده میکنی، صحبتتو خلاصه کن. بفرما. من دوباره مطالب خودم رو تکرار میکنم خیلی مختصر در یک دقیقه. ما برهان عقلی رو گفتیم که مقدمه اول طبق حدیثی که گفتید اطاعت از امام علی همون اطاعت از پیامبر. آیا کتاب شما نبود یا نه؟
الكتاب المستدرك على الصحيحين جلد سوم صحيح 33 در وساقتش هم مشکلی نبود. مقدمه دوم در کتاب السنه ابن ابی عاصم گفته امام جانشین پیامبر است. روایت از پیامبر همون از صحیح ما خوندیم، الان دوباره تکرار نمی کنیم. مقدمه دوم ولی خلافا از دستور پیامبر تعطیل کرد. چرا رفتن برای خودشون خلیفه انتخاب کردن؟ مگر پیامبر در روایت در مقدمه دوم اثبات نکردیم که پیامبر فرموده امام علی جانشین من است؟ چرا صحابه رفتن سرپیچی کردن؟ بله، شما دیگه تقریبا وقتتون تمام شده، دفعه بعد باید خداحافظی کنید، بازم بهتون وقت میدم اگه جواب بدید. شما اصل سوال جواب ندادید. جواب سوال شما این است که استنباط شما غلطه. گفتم استنباط شما غلطه، چیزی که هیچ کدوم ما نفهمیدیم تو از حدیث ما در آوردی. دلیلم آوردم که حدیث دیگه ببین که اونا بهشتی ان. تو گفتی من نمیدونم قاعده الزام است، من برات قاعده بفرما چی میگی؟ بگو. چیزی میگه مقدمه‌ای ندارن. آقا جان برای من حرف به زبان ساده بزن که من بفهمم. من به تو به چی میگی؟ داری یه حرف به زبان ساده بگو. چی میگی؟ خب تو داری حرف فوق العاده گیلک و پرت و پلا میزنی. اجازه بده من حرفم رو تموم کنم. استنباط شما عزیز من استغلطه. اجازه بده دیگه. ببین حرف نزن دیگه. ببین من بهت وقت دادم، وقت خودم هم بهت دادم، بازم نمیذاری من صحبت کنم. فکر میکنی حوزه علمی قم است. وقت من نگه دار آقا. حوزه علمی قم که نیست که دیکتاتوری باشه. من اینجا بهت وقت دادم، وقت خودم هم دارم بهت میدم. مرد مؤمن. مرد نامؤمن آخر چی بهت بگم؟ حالا وقت منو بگی بذار من صحبت کنم. گفتم استنباطتون غلطه. میگه چرا از حضرت علی دفاع نکردن؟ گفتم آقا تو اینو فهمیدی، هیچ کس نفهمیده. طرف میگه مرغ، تو مرغ تبدیل کردی به مار مثلا، اینو هیچ کس نفهمیده. باز میگه نه من از کتاب تو دلیل میارم. گفتم حرف من کجا بود؟ کجا؟ هیچ جواب نمیده. گفتم تو که از کتاب من دلیل میاری، خب در کتاب من نوشته که ابوبکر بهشته، چطور ممکنه بهشتی باشه در حالی که تو میگی منافق زبانم لال؟ میگه من که کتاب تو رو قبول ندارم. خب اولش هم قبول نکن. نه میگه اولش قبول دارم. گفتم اینجور باشه شیطان پرستان میتونه آیه از قرآن بیاره؟ چون جاهای شیطان چی کرده؟ دعا کرده، حتی گفت خدایا به من چی بده؟ اگر مؤمن نبود خب دعا نمیکرد. گفتم من از خدا میترسم، من از مشرک بری هستم. یا اصلا برعکسش بگیم تا بفهمه. اینجا رو نگاه کنید، اینجا میگه میفرماد الله میفرماد که بیز قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. حالا یکی بیاد همینه بگیره بگه آقا ممنونم تفرون، خدا گفت من میخوام در زمین فرشته جانشین بذارم. فرشته ها گفتن تو میخوای کسی رو بذاری که مفسد است و خون میریزه؟ ما بیایم میگیم که آقا فرشته ها توهین کردن به پیامبر، پیامبرم انسان بود دیگه. بابا میگم همه رو بخون. نه نه میگم من همین رو قبول دارم، دشمن ابوبکر عمر هستم، دشمن جبرائیل هستم، دشمن میکائیل هستم. این جواب نداد. الان من دوباره بهش وصل میکنم وقت خودم رو، ولی باز جواب نمیده. بینندگان جواب نمیده. بذار صحبت کنه. بفرمایید صحبت کنید. بفرمایید صحبت کنید. بفرمایید. بسم الله. متاسفانه باز هم شما هیچ جوابی به ما ندادید. خب شما گفتید اگر از کتاب ما مثلا روایت آوردی نه آقا، من از شما خداحافظی میکنم. آقای نعمتی، آقای نعمتی و امثال نعمتی، آقای تو گندراتی خداحافظی کن. من جواب استدلال شیطان میخواستم، باز اومدی بر من قصه. وقتم نداریم، خداحافظی میتونی بکنی، اینقدر وقت داری. وقت منه ها، بس خداحافظی هم تا بکنی. الان باز بسم الله میگه، از اون بهتر است که بسم شیطان بگی. شروع که حرفای شیطان میزدی. خلاصه حرف این است که بیرندگاه من دوباره صحبت نمیکنم. میگه وقت من بود، میتونستم جنبندی کنم. خودتون جنبندی کن. از کتاب یه چیزی در میاره، اونجا یه چیز دیگه نوشته، اونو نمیخونه. میگه کتاب توئه. از کتاب من اینم ول کن، یا عقلی با من بحث کن، یا با قرآن با من بحث کن، یا کتاب من قبول میکنه. همش قبول میکنه دیگه. من میگم تو بسر تو گوش پسرم یه سیلی زدم. یه جای دیگه میگم که آقا به پسرم پول دادم. اون دومی رو نمیخونه، میگه نه من سیلی زدن قبول دارم. این شد حرف. جمع بندی کن. میگه آقا نمیدونم تو الزام برات نیست، فکر میکنه حوزه علمیه خم است. برادر من بریدم اون کاراتونو بکنید و من نمیخوام دیگه زیاد صحبت کنم. اما یادتون باشه که اینها حتی نمیتونه وقت رو تقسیم کنه. وقت رو نمیتونه تقسیم کنه. از اولم بهش گفتم، قبل از برنامه گفتم که این وقت رو تقسیم کن. عوض که 10 تا حدیث بخونه یکی بخون و به موضوع جواب بده، اما نداد. و شما قضاوت کنید. الله حافظ و نگهدار شما. There is no
Christian Jesus. Yes. أشهد أن محمدا